ادگار کیسی، پیامبر در خلسه. فرض کنید که در سال 1921 زندگی می کنید و با مشکلات زیاد بیرونی و درونی خودتان دست و پنجه نرم می کنید و بر سر دورایی های سخت و حساس در زندگی خود قرار گرفته اید. یکی از دوستانتان شخصی را که آوازه اش تقریبا در کل آمریکای آن زمان پیچیده به شما معرفی می کند. شخصی که تا به الان با مشاوره های عجیبش مسیر زندگی بسیاری را در راه پیشرفت قرار داده است. در آخر شما راضی می شوید و به مطب این روان درمان مشهور می روید. با وارد شدن به مطب همه چیز نرمال به نظر می رسد و او در گوشه ای پشت میزش نشسته است و مشغول نوشتن چیزی روی کاغذ می باشد. در گوشه دیگر از اتاق چشم شما به کاناپه راحتی که مخصوص مراجعه کنندگان است می‌خورد و تا می‌خواهید به سمت آن بروید و روی آن دراز بکشید با این جمله روان درمان مواجه می‌شوید که می‌گوید اونجا جای منه، تو باید روی اون صندلی بشینی. بعد از این جمله عجیب و غریب روان درمان روی کاناپه دراز می‌کشد و چشم‌های خود را می‌بندد و شروع به چرت زدن می‌کند و بعد از 5 الی 10 دقیقه یک دفعه در حالت خلسه شروع به حرف زدن با بیمار خودش می کند و کل سوابق زندگی و پزشکی او را بهش می گوید و در آخر راه حل درست و دقیق را جلوی پایش می گذارد و شهری از آینده‌ای که قرار است برای آن بیمار اتفاق بیفتد را بیان می کند. این صحبت‌های بیش از هزاران بیماری بود که در دهه 20 میلادی در نیویورک به مطب روان درمانی دکتر ادوارد کیسی رفتند. جالبه که بدونید اکثر چیزهایی که اون در مورد بیماراش پیش بینی می‌کرده کاملا درست از آب در می اومدن و همین مسئله هم باعث شد در مدت زمان کوتاهی ادوارد کیسی به یکی از مشهورترین اشخاص در نیویورک تبدیل بشه و عده زیادی پیروان برای خودش دست و پا کنه. پیروانی که همیشه از اون استدعا می‌کردن که کتابی از پیشگویی‌های خود را در مورد آینده به رشته تحریر در بیاره. اما دو پیشبینی درست اون باعث میشه که شهرت ادوارد کیسی در کل دنیا پیچیده بشه. یکی پیشبینی سقوط اقتصادی دهه 30 در جهان و دیگری هم پیشبینی به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان. تمام این اتفاقات باعث میشه که اون در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز در سال 1938 خودش را به عنوان پیامبر قرن 20 معرفی کنه. ما در این ویدیو چند پیشگویی آقای کیسی که احتمال وقوع آنها در آینده نزدیک وجود داره رو بررسی میکنیم. در ادامه از شما میخوام که اگه تا به الان عضو کانال من نشدید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید تا جدیدترین ویدیوها برای شما بیاد و شما بتونید اونها رو ببینید. در ضمن اگه از دیدن این ویدیو لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و زیر اون کامنت بذارید. جنگ های میکروبی. آقای کیسی در یکی از معروفترین پیشگویی های خود شکل جدیدی از جنگ هایی که در سده 21 به وقوع میپیوندند را توصیف میکند. او این پیشگویی را در سال 1928 یعنی درست 10 سال بعد از پایان جنگ جهانی اول که در آن به ابعاد وسیعی از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده بود بیان کرده و جنگ‌های سده آینده در قرن 21 را آری از جنگ‌های کلاسیک که در آنها از بمب‌ها و مواد منفجره استفاده می‌شده می‌داند و اعتقاد دارد که در این سده دولت‌ها و ارتش‌های جهان به جای استفاده پرهزینه از سلاح‌های متنوع و گسترده از میکروب‌هایی که در آزمایشگاه‌های سری ساخته می‌شوند استفاده می‌کنند. به نظر ادوارد کیسی در این جنگ‌های سده 21 نیروهای متخاصم تنها کافی است که میکروبی واگیردار را در کشوری که با آن در حال جنگ هستند منتشر کنند و بعد از آن آنها می‌توانند به راحتی مغلوب شدن دشمن خود را از درون نظاره کنند. از نظر او در سده جدید این ارتش‌های سری تنها زمانی از این سلاح‌ها استفاده خواهند کرد که خود نیز به واکسن و راه علاج آن دست پیدا کرده باشند. این پیشگویی آقای کیسی در حال حاضر تا حدود زیادی به واقعیت پیوسته است و تقریبا در زمان ما تمام ارتش‌های بزرگ جهان واحدی علمی که روی میکروب‌ها و ویروس‌های مرگبار کار می‌کنند دارند. همچنین در زمان حال بسیار از کارشناسان و همچنین متخصصان تئوری توطئه عقیده دارند که ممکن است ویروس کرونا که چیزی حدود 2 سال است در جهان منتشر شده از همان اول ویروسی دستساز بوده باشد که توسط واحدهای نظامی ساخته شده باشد و بنابر دلایلی قبل از آنکه پاتن آن ساخته شود به بیرون درز کرده باشد. من کاری به واقعیت پذیر بودن ایده آقای کیسی ندارم، اما فقط به این نکته میتونم توجه کنم که اگر تمام کشورهای دنیا راه ساختن چنین میکروب‌هایی رو پیدا کنند در نتیجه دنیا جایی بسیار ناامن‌تر از زمان حال خواهد شد. ظهور منجی نجات دهنده.
ادوار کیسی در یک دیگر از پیشبینی های خود در مورد سده جدید خبر از ظهور منجی در خاک آمریکا می دهد که برای اولین بار در تاریخ این کشور فاصله بین مردم عادی و سیاستمداران را به کلی حذف می کند و خود به وسیله این حمایت عظیم مردمی شروع به جمع کردن پیروان برای خود می کند و کار را به آنجا می رساند که دیگر هیچ سیاستمداری در آمریکا و جهان توان مبارزه با مقبولیت او را نخواهد داشت. او در توصیف این فرد چنین می گوید: او از طبقه فقیری وارد جامعه می شود و در فاصله زمانی بسیار کمی به دلیل هوش زیادش و همچنین داشتن کاریزمای زیاد توده های عظیم آمریکایی ها را به دور خود جمع می کند و علیه سیستم فعلی آمریکا که تنها در خدمت دو حزب جمهوری خواه و دموکرات است بر می خیزد و در نهایت هم قدرت را در دست می گیرد و از آن پس شکوفایی در کل دنیا شروع می شود. او در اولین قدم سعی خواهد کرد که نظم نوین جهانی را از نو تعریف کند و با انجام دادن اصلاحاتی حیاتی قدرت را بین تمام اقشار جامعه تقسیم کند. این پیشبینی آقای کیسی را به نوعی می شود در تمام ادیان و مذاهب هم پیدا کرد، جایی که آنها همیشه خبر از آمدن منجی آسمانی می دهند که دنیا را از دست بدی ها خلاص می کند. اما ما باید بدانیم که شخصیت ادوارد کیسی همیشه مذهبی بوده و او در تمام مصاحبه هایش خود را یک مسیحی معتقد معرفی می کرده است و شاید این پیشگویی هم از حال و هوای مذهبی نشأت گرفته شده باشد. اگر بخوایم با نگاهی موشکافانه تر به این پیشگویی آقای کیسی نگاه کنیم، به احتمال زیاد کمی سخت خواهد بود که در زمان حاضر چنین شخصیتی را پیدا کنیم که تمام مشخصات نقش شده از قول ادوارد کیسی را داشته باشد. اما آیا در سده پیش روی ما اوضاع جهان و آمریکا به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که جوامع انسانی نیازمند منجی به دور از ریا و زد و بندهای پشت پرده گردانندگان جهان باشد؟ در قسمت پایانی این ویدیو ما راه‌های پیشگویی کردن آقای کیسی در مورد اتفاقات جهان و همچنین در مورد مشکلاتی که بیمارانش داشتند رو بررسی می‌کنیم و برای بهتر درک کردن این موضوع باید با عبارت خوانش‌هایی که آقای کیسی انجام می‌داد آشنا شویم. اما این خوانش‌ها چیست؟ ادگار کیسی به خاطر هزاران خوانشی که او در حال هیپنوتیزم انجام داده بود مشهور است. او بیش از 14000 خوانش را در طول 42 سال انجام داد و این خوانش ها به قسمت های مختلفی تقسیم می شدند. اولین خوانش ها در آغاز خوانش های جسمانی بودند. کیسی اغلب بدن را اندامگان می نامید. کیسی خود را تحت تلقین به نفس قرار می داد در حالی که به نظر می رسید او خوابیده است. می گفت که شخص کجا بوده. گاهی وقتا حتی خیابان های در طول مسیر را هم نام می برد. سپس او می گفت: بله، ما بدن را می‌بینیم و اندام مشتری را به طور گردشوار و سیستم عصبی را در صورتی که دلایلی برای بیماری و یا بدعمل کردن آن باشد شرح می‌داد. در مرحله بعد خوانش‌های زندگی می‌آمدند. آقای کیسی در طول زندگی خود 1920 خوانش زندگی انجام داد. آقای کیسی زندگی‌های گذشته فرض شده یک مشتری را شرح می‌داد. این خوانش‌ها شرایط جسمی، احساسی و روحی مشتری را در دوره‌های مختلف زندگی او شرح می‌داد. مشهور است که آقای کیسی در شهر دادن گذشته با مشتریان خودش مانند افراد سلطنتی و افراد مشهور و یا روحانیون به هیچ وجه چاپلوسی نمی‌کرد و با آنها کاملا رک بود. در مرحله سوم خوانش رویاها پدیدار می‌شدند. ادگار کیسی هر کسی را به تعبیر خواب و استفاده از رویاها در هر روز زندگی تشویق می‌کرد. خوانش رویای مورد نظر او با تعبیر رویاهای فروید و یونگ کاملا متفاوت بود. او در تعبیر رویاهای خود به نشانه ها هیچ اعتباری نمیداد. او می گفت هر کس نشانه های منحصر به فرد خود را دارد. کیسی ادعا می کرد که در رویاهای مردم می توانست درونبینی با ارزشی از زندگی خودشان را دریافت کند و این درونبینی ها همیشه برای کسی که خواب را دیده بود مفید واقع می شد. به علاوه او ادعا می کرد که درونبینی روزانه هر شخص می تواند با عشق به افراد مرده یا زنده، به خاطر آوردن تجارب خوب گذشته، دیدن یک آینده ممکن و تجربه کردن بسیار دیگر از آثار مادی مرتبط باشد. و در مرحله آخر خوانش‌های روحی روانی می‌آمدند. او در طول حرفه‌اش 450 خوانش روحی روانی انجام داد. این خوانش‌ها خوانش‌های مورد علاقه او بودند، زیرا در این حالت او نیاز نبود به خلسه بره. او در این خوانش به وسیله نگاه کردن مستقیم به چشمان مشتری خود او را وادار به زندگی کردن بهتر می‌کرد و تمام انرژی‌هایی که در بدن خودش وجود داشت را به بدن مشتری و روح او منتقل می‌کرد.